بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. در ادامه درس قبلی که نهیه بلعوم شروع کرده بودیم، روز پیشتر همراه شما گفتیم که بلعوم یک قسمت از بدنه که باعث ارتباط نهیه سر به گردن میشه، طوری که نیه نزل کویتی و اورال کویتی به لارنکس یعنی هنجره و ایزوفاگوس به میری ربط میده. در داخل از یک جو فکلانی وجود داره که این نیه به نام فارنکس یا بلعوم یاد میکنن، فارنجیال کویتی یا جو بلعومی یاد میکنن، که این جو ما به سه نیه نظر به ارتباطی که داره، ارتباط در بالا با انفه یا نزل کویتیه به نام نزوفرنگس یاد میکنن، و در وسط با جوف دهان یا اورال کویتیه به نام اوروفرنگس یاد میکنن، و در پایین با نیه لارنگس یا حنجره ارتباط داره به نام لارنگو فرنگس یاد میکنن. این حدودی هم و ارتکازاتی هم امروز بیشتر خوندیم. امروز همراه شما اینا رو به تفصیل یا وضاحت بیشتر میخونیم که کدام نیه نزوفرنکس میگم و چی ساختمان های در او وجود دارن، و همچنین اوروفرنکس و لارنگوفرنکس هر کدام جداگانه میخونیم، اویه و اعصابی که در این نیه قرار دارن. خب نیه نزوفرنکس، اوروفرنکس و لارنگوفرنکس اینا رو ما روز پیشتر دیده بودیم. نزوفرنکس این نیه میگم، اوروفرنکس این ساحه و لارنگوفرنکس هم ساحه پایین تره. خوب در درس امروز ابتدا نیه نزوفرنکس شروع میکنیم، قسمتی که به رنگ گلابی رنگ شده. نیه نزوفرنکس یک قسمتی از بلعومه که در خلف کوانا قرار داره. این جوف انف دو دهانه داره، یک دهانه ورودی که به نام نرست یاد میکنم، یک فوهه خروجی که به نام کوانا یاد میکنن. این نیه خود نیه نزوفرنکس در خلف کوانا و بالاتر از سافت پلت قرار داره. سافت پلت هم روز پیشتر ما و شما گفتیم که کام از دو قسمت هارد پلت و سافت پلت، یعنی کام سخت و کام نرم ساخته شده. بالاتر از سافت پلت و خلفتر از کوانا قرار داره. در این تصویر ما ببینیم این جوفه بلعوم کلن، یک قسمت ساحه انفی یا نزوفرنکس، یک قسمت ساحه اوروفرنکس یا ساحه فمی یا دهانیه، و یک قسمت ساحه حنجره یا لارنگوفرنکس. این دهانه خروجی یا دهانه داخلی خود نیه انفر به نام کوانا یاد میکنن. خب پس نیه نزوفرنکسی باشه در خلف کوانا و بالاتر از سافت پلت قرار داره. خب این نیه یک سقف داره که سقف از این توسط قاعده قف ساخته شده. در تشکیل از این جسم استخوان اسفنویدال تا این قسمت و بازیلر پورت استخوان اکسیپیتال سم گرفته. این ساحه بازیلر پورت استخوان اکسیپیتال و جسم استخوان اسفنویدال سم گرفته. همچنین در پایین یک نیه تنگ وجود داره، یک نیه متضایق وجود داره که به نام فرنجیال اسموس یاد میشه. او رو به نام فرنجیال اسموس یاد میشه، فرنجیال اسموس یا تزیق بلعومی، که نیه نزوفرنکس با اوروفرنکس از طریق از نیه تنگ ارتباط داره. خب در قسمت بالایی نیه نزوفرنکس، در قسمت بالا یا در سقف از ما یک مقدار که اطلاعات نسج لنفوی داریم، که این اطلاعات نسج لنفوی به نام فرنجیال تونسل یاد میشن، به نام فرنجیال تونسل یاد میکنن. تجمع ندول های لنفوی به نام تونسل میگن.
تجمع اینا در نیه بلعومشون به نام فرنجیل تونسل یاد میکنن. این فرنجیل تونسل در وقتی که معروض به التهابات بشه یا به انتانات مواجه بشه، این کتله ازی کلان میشه، حجمی زیاد میشه و این نیر کلن یک کتله میسازه که این نیر میپوشانه و بند میکنه. این کتله کلان به نام ادینوید یاد میکنن و مریض از طریق انف دیگه تنفس کرده نمیتونه، چون این کتله کلن مجرور بسته کرده. اگه ما به مریض بگیم دهان خور بسته کن، چون تنفس تنها از طریق دهانه، اگه دهان خور بگیم بسته کن نمیتونه، چون مجبور از طریق دهان تنفس کنه و این راه تنفسی از بالا بسته شده. و همچنین ما در نیه نزوفرنگس یک فوهی میبینیم که مربوط به نفیر وستاخی یا فرنگ و تیمپانیک تیوبه. نفیر وستاخ ما در قسمت آناتومی گوش متوسط دیده بودیم که یک تیوبیه که از گوش متوسط به نیه نزوفرنگس ارتباط برقرار میکنه و وظیفه و برابر کردن هوای دو طرف پرده گوشه، هوای گوش خارجی و گوش متوسط با هم تنظیم میکنه. این دهانه از این بنای نزوفرنگس در جدار وحشی نزوفرنگس دیده میشه. وقتی که داخل نزوفرنگس میشه یک برجستگی به وجود میاره و قشای مخیطی روی از این برجستگی میپوشانه. لبه از این تیوب در داخل نزوفرنگس که برجستگی ایجاد کرده و قشای مخیطی هم روی پوشانده به نام توروس توباریوس یاد میشه. در پشت از این برجستگی یک حفره، یک فرورفتگی به نام فرنجیل رسس یاد میشه. فرورفتگی به نام فرنجیل رسس از اثر داخل شدن این تیوب در نیه نزوفرنگس یک تعداد چین خوردگی ها به وجود می آید یا فولد ها. فولد یا چین خوردگی از اثر عضلاتی که در زیر از اینا هم و خود دهانه تیوب و قشای مخیطی که روی از اینا رو می پوشونه به وجود می آید. یک چین خوردگی یا یک فولد به نام توروس لیواتوریوس داریم که در قسمت منسی و سفلی فوهه تیمپانیک فرنگ و تیمپانیک تیوب قرار داره که در حقیقت در زیر از این عضله به نام لیواتور ویلی پلاتین قشای مخیطی روی از این عضله پوشیده و یک چین خوردگی در بین خود تیوب و نیه سافت پلات به وجود میاره. در اینجا یک چین خوردگی دیگه در قسمت پایین‌تر داریم، در این قسمت که به نام سلپنگو فرنجیال فولد یاد میشه. سلپنگو فرنجیال فولد یاد میشه که در حقیقت در زیر از این یک عضله بوده به نام سلپنگو فرنجیال مسل، روی از این عضله پوشیده قشای مخیطی و یک فولد وجود آورده. سلپنگو فرنجیال فولد وجود آورده. خب این نیه نزوفرنگس بود، فهمیدیم حدودی و در کجا قرار داره، خلف کوانا بالاتر از سافلت و سقفی رو فهمیدیم که چی ساخته و یکی از تونسل های مهم بدن یا لویزه ها یا کتلات نسج لنفوی مهم بدن که فرنجیل تونسل در اینجا وجود داشت. دهانه نفیر وستخیر هم دیدیم و چین خوردگی هایی که وجود آورده بود. از این که تیر میشیم نیه پایین تر به نام اوروفرنگس یاد میکنن یا نیه فمی بلعومی یا دهانی بلعومی. این نیه انفی بلعومی بود، این فمی بلعومی و این هم هنجروی بلعومی. اوروفرنگس یا فمی بلعومی یا دهانی بلعومی خب یک حدودی داره، در کجا موقعیت داره، موقعیت رو باید بفهمیم. موقعیت از این پایین تر از صاف بلد. سفلت وقتی باز میشه یا به طرف بالا کشیده میشه این نیر بسته میکنه. پایینتر از سافت پلات، بالاتر از ایپیگلوت، ایپیگلوته. ایپیگلوت ظروفیه که دهانه انجره باز و بسته میکنه. این به نام ایپیگلوت میگم. با
بالاتر از اپیگلوت، پایینتر از سافت پلات، در خلف جوف دهان. این قسمت از جوف دهان، دهانه داخلی از این جوف دهان هم دو تا دهان داره. یک لب ها که در این قسمت دهان باز میشه و دهانه آخری از این که به نام اوروفرنجیال اسموس یاد میکنم. این قسمت سرحد بین اوروفرنگس و دهانه به نام اوروفرنجیال اسموس یاد میکنم. خب در خلف جوف دهان، پایینتر از سافلات، بالاتر از اپیگلوت واقع شده ای. پس موقعیتی رو فهمیدیم بجای. خب در سرحد بین جوف دهان و اوروفرنگس یک نیه متضیقی، یک نیه تنگی وجود آورده که به نام اوروفرنجیال اسموس یاد میشه. در حقیقت ما اگر نگاه کنیم در اینجا یک قوسی دیده میشه، به تصویر بعدی بیتر دیده میشه. این قسمت اوروفرنگس و این قسمت جوف دهانه. جوف دهان و اوروفرنگس وسط از این قوس از هم جدا شدن که در این در این وسط یک نیه تنگ وجود میارن که به نام اوروفرنجیال اسموس یاد میشه. در اینجا یک عضله به نام پلاتو گلوسوس، یک عضله به نام پلاتو گلوسوس، پلاتو گلوسوس مثل روی از یک قشای مخیطی میپوشونه. این عضله هم در سمت چپ و هم در سمت راست وجود داره. قشای مخیطی روی از این میپوشونه. در نتیجه یک فولد یا یک چین خوردگی به وجود میآید که این چین خوردگی شکل یک قوسر داره، شکل یک آرکر داره، آرک یا قوسر داره. ایر به نام پلاتو گلوسوس آرک یاد میکنن و پلاتو گلوسوس آرک. خب در سرحد بین جوف دهان و نیه اوروفرنگس همین سایه که بین پلاتو گلوس آرک و زبان که اینجا به نام اوروفرنجیال اسموس یاد میکردیم، این سایه میسازه. در خلفتر از این قوس یک قوس دیگه میبینیم که در حقیقت از اثر عضله در زیر از این عضله وجود داره به نام پلاتو فرنجیال. عضله به نام پلاتو فرنجیال هم در این سمت و هم در این سمت قشای مخیطی روی از این میپوشونه، شکل یک چین خوردگی یا فولد وجود میاره، یا پلاتو فرنجیال فولد میگیم. و چون شکل قوسر داره به نام پلاتو فرنجیال آرک میگیم. پس در این قسمت ما دو تا قوسر داریم، پلاتو گلوسوس آرک و پلاتو فرنجیال آرک. در بین این دو قوس یک کتله نسج لنفوی وجود داره که ما و شما این به چشم میبینیم و میگیم لوزه یا پلاتین تونسل میگم. این به نام پلاتین تونسل یا تونسل های پلاتین میگم که اکثرا وقتی که اینها کلان میشن و مکررن مروض به امتون میشن، بالاخره دکتر متخصص گوش و گلو تشخیص میده که این باید لوزوازی کشیده شه یا تونسلکتومی شه که معمولا همین تونسل ها عمل میشه. خوب ما گفتیم که در قسمت قدام اوروفرنگس ارتباط برقرار میکنه با جوف دهان. اوروفرنگس در قدام با جوف دهان و همچنین قسمت خلفی زبان. اگه ما این خلف زبان حساب کنیم از این قسمت، یک سوم خلف زبان مواجه شده با نیه اوروفرنگس. در همین نیه یک کتله دیگه از نسج لنفوی داریم که به نام تونسل یاد میکنم یا لینگوال تونسل میگم یا تونسل های زبانی میگم. خب ما در این قسمت گپ خاص دیگه نداریم، میریم به قسمت پایین تر که به نام لارنگو فارنگس یاد میشه. این سایه که به رنگ آبی رنگ شده به نام لارنگو فارنگس و بالاخره به فقره 36 میرسه و
ختم میشه و بعد از اون نیه خود ایزوفاگوس یا میری شروع میشه. لارنگو فارنکس ای ساهر میگن در قدوم این نیه یا نیه هنجره وی بلومی یا هنجره بلومی لارنگو فارنکس ای هنجره قسمتی که فقط تنها برای تنفس برای هوای و صوت تولید میکنه و بالاخره به شزن یا ترخیا رو پیدا میکنه و میره به طرف شوشها و بالاخره هوا رو به شوشها میرسونه و هوا رو شوشها خارج میکنه. این نیه دهانه هنجره این قسمت هم نیه بلومی هنجرویه یا لارنگو فارنکس. در قدام نیه لارنگو فارنکس یک پوچی داریم، یک حفره داریم که توسط قشای مخیتی ای فرش شده به نام مکوزل پوچ یاد میکنم. همه پوچ نامی رو والیکولا گذاشتن، یعنی حفره، والیکولا یعنی حفره، نام از این والیکولا گذاشتن. ای والیکولا ها بین وجه خلفی زبان و وجه قدمی اپیگلوت به وجود میایه، در بین وجه قدمی اپیگلوت و وجه خلفی زبان والیکولا به وجود میایه. والیکولا دو تایه به هر طرف دیده میشه. در اینجا ببینیم در پشت اپیگلوت اپیگلوته، در پشت از این دو تا حفره که از پشت از اینه به نام والیکولا یاد میشه، یکی به سمت راست و یکی به سمت چپ. این قسمتی که ما قرار داریم در خلفه و این پیش رو قدام اینه. این یکم دور بدیم این شکل کمی دور میخوره و ما میتونیم والیکولا ها رو بهتر ببینیم، یک والیکولا در اینجا و یک والیکولا در این قسمت. ای پیگلوت ای هم خلف زبان، در بین خلف زبان و ای پیگلوت دو تا حفره داریم که توسط قشای مخیتی فرش شده به نام والیکولا یاد میکنند. در نیه هنجره یا لارنگو فارنکس پایینتر بین خود فارنکس و وجه خلفی خود غضروف تایروید دو تا حفره دیگه داریم. در اینجی دو تا حفره دیگه یا فوسا داریم که این حفره ها شکل ناکمانند داره به نام پیریفورم یاد میکنن یا ناکمانند، یکی به سمت راست یکی به سمت چپ به نام پیریفورمیز فوسا یاد میکنن. وقتی غذا خورده میشه از طریق دهان اول به داخل هنجره نمیایه، چون اپیگلوت روی از دهانه رو میپوشونه، میایه ابتدا در قسمت فوساها یک دوره میخوره غذا، بعد این برجستگی هنجرویه از روی برجستگی هنجروی عبور میکنه به این صورت و میایه داخل میری میشه و از داخل شدن به طرف هنجره جلوگیری میشه. خب این سه نیه بود که ما شما به صورت مشرف فهمیدیم که نیه نزوفرنگز، نیه اوروفرنگز و نیه لارنگوفرنگز فهمیدیم. یه هم تصویری از نیتر اگر خواسته باشیم از این هم میتونیم استفاده کنیم. این همون دو قوسی که در قسمت کام قرار داره بین کام و زبان قرار دارن که به نام پلاتو گلوسوس و پلاتو فرنجیل یاد میشن. در بین از این هم تونسل پلاتین قرار داره. خب ما گفتیم که در همین نیه بلعومی، در نیه بلعوم ما یک تعداد کتلاتی از نسج لنفوی داشتیم که این کتلات نسج لنفوی به نام تانسل یاد میکردیم. وظیفه از اینو وظیفه دفاع از عضویت یا سیستم دفاعی عضویت هن در چهار طرف اطراف دهانه انف و دهان یک حلقه ساختم. اینو این تانسل ها در اطراف جوف انف و دهان یک حلقه ساختم که این حلقه به نام والدایرز رنگ یاد میکنن یا حلقه والدایرز یاد میکنن، والدایرز رنگ میگن. خوب این والدایرز رنگ ها در حقیقت به چهار طرف دهانه دهان و انف ساختن اینا که در نتیجه یک حلقه دفاعی یا یک حلقه تانسیلی وجود آوردن. این حلقه شامل یک تعداد
او غداد یا تانسل هایی می باشند که ما ببینیم کدام تانسل ها داریم در اینه. یک تانسل به نام فرنجیال تانسل یاد میکردیم، به نام فرنجیال تانسل که یک دونه در سرخط متوسط بدن در سقف نیه نزوفرنکس قرار داره، یک دونه. خوب به این تصویر شیماتیک رسم شده بهتر میتونیم ببینیم در سقف نیه نزوفرنکس یک دونه تانسل به نام فرنجیال تانسل ما دیده میتونیم. و همچنین در قسمت خلف زبان باز یک کتله از نسج لنفوی تانسل ها به نام لینگوانس تانسل دیده میشه همچنین. و بعد در قسمت خود تیوب های نفیر وسیخی یک کتلات نسج لنفوی وجود دارن، اینا جوره یعنی دو تایی توبل تانسل یاد میکنن که در اطراف نفیر وسیخ قرار دارن. و در بین دو قوس پلاتو گلوسوس و پلاتو فرنجیال آرک که ما گفته بودیم یک تانسل به نام پلاتین تانسل یا لوزه هایی که ما به چشم میبینیم و به شرط لوزه همین دار میگیم، دو تاین اینا هم سمت راست و چپ در این قسمت قرار دارن. یک مقدار کتلات لنفوی دیگه هم به صورت منتشر قرار دارن در نیه جدار خلفی و جدار وحشی بلون که اونا به صورت منتشرن و تانسل مخصوصی نساختن، کتلات مخصوصی نیان و به صورت منتشر قرار دارن. خب این ها ما در اینجا میتونیم ببینیم ای فرنجیال تانسل که یک دونه در سقف جوف نزوفرنکس قرار داره، ای پلاتین تانسل که در بین دو قوس پلاتو گلوسوس و پلاتو فرنجیال قرار داره، ای لینگوال تانسل که در قسمت خلف زبان یا قاعده زبان قرار داره، و یک چین یک کتلات نسج لنفوی تانسل های در قسمت اوستاخیان تیوب داریم ما در قسمت اوستاخیان تیوب در اینجی. خوب از قسمت تانسل ها یا لوزه ها هم که خلاص میشیم میرسیم به ایروا یا خوندرسینی خود نیه بلومی. نیه بلومی به خاطر ایروازی به دو قسمت تقسیم میکنن، قسمت اولوی و قسمت سفلی. قسمت اولوی از این سه تا شریان وجود داره، در قسمت اولوی سه تا شریان وجود داره. یک شریان به نام اسندینگ فرنجیال آرتری ما قبلا خونده بودیم، گفته بودیم که از اکسترنال کاروتید آرتری سه تا شریان از قدام و سه تا شریان از خلف منشأ میگیرید. یک از شریان که از خلف منشأ میگیرید همی اسندینگ فرنجیال آرتریه که میه به نیه بلومی. و همچنین دو تا شعبه دیگه ما در اینجا داریم، یکی اسندینگ پلاتین آرتری این شعبه کلان و یکی تانسلر برانش داریم، تانسلر برانش از شریان فاشیال یا فاشیال آرتری. فاشیال آرتری دو شعبه به نامای اسندینگ پلاتین آرتری و تانسل برانش بر نیه بلومی میدن که این عضله سوراخ میکنن و داخل نیه بلوم میشن. همچنین یک تعداد شعبات دیگه ما از خود شریان لینگوال یا شریان زبانی، یک تعداد شعبات در اینجی از شریان لینگوال میگیریم، یا از شریان مگزیلر یک تعداد شعبات به این نیه داخل میشن. این شعباتی که ما خوندیم کلن هم میگی از اکسترنال کاروتید میباشه، چون ما گفته بودیم که انترنال کاروتید آرتری در اینجی شعبه خاصی نمیده و میره داخل قف میره. بعد قسمت سفلی از این ما از سبکلوی ها یک شاخه جدا شد، تایرو سیرویکل از او یک شاخه یک شریان جدا شد به نام انفریور تایروید آرتری. از انفریور تایروید آرتری یک شریان جدا شد آمد به نام فرنجیال برانش، به نام فرنجیال برانش از انفریور تایروید آرتری جدا شد و قسمت سفلی خود بلومر تصیب میکنه. خوب بنابراین در قسمت سفلی ما فرنجیال برانش داریم که از انفریور تایروید آرتری آمده.
از قسمت شراین که خلاص میشیم در قسمت وریدها ازی در سیستم وریدی ازی اوریده بلعومی در اینجا یک شبکه وریدی یا مینوس پلکسوس میسازن که در بالا این شبکه وریدی به پتریگوید پلکسوس تخلیه میشن، پتریگوید پلکسوس تخلیه میشن، در پایین به فاشیال وین، در پایین به فاشیال وین و انترنال جیوگولار وین تخلیه میشن. در بالا این شبکه وریدی در بالا پتریگوید پلکسوس، در پایین به فاشیال وین و انترنال جیوگولار وین تخلیه میشن. سیستم لنفوی ازی کلن به دیپ سیرویکال نوت ها تخلیه میشن. ما در قسمت دیپ سیرویکال نوت ها در برای خاطر بلعوم که لنف نیه بلعومی در سه قسمت تخلیه میشن. یکی ریترو فرنجیال نوت های هم ای اغداد ریترو فرنجیال نوت ها، یکی پاراتراخیال نوت های هم پارو تراخیال نودها و همچنین انفرو هایوید نودها، انفرو هایوید نودها و نس و لنف خود تونسل مستقیما به جیوگلو به یک عقده به نام جیوگلو دایگاستریک تخلیه میشه. جیوگلو دایگاستریک که ما شما پیشتر هم دیده بودیم لنف تونسل مستقیمیه به جیوگلو دایگاستریک تخلیه میشه. در قسمت اعصاب بلعومی، اعصاب بلعومی به دو بخش میشه، اعصاب حرکی برای عضلات و اعصاب حسی برای قشای مخیطی بلعومی. کلن توسط دو زوج نهم و دهم یعنی گلوت و فرنجیال و اعصاب واگ یا زوج دهم تعصیب میشه. زوج دهم تمام عضلات را تعصیب میکنه به غیر از یک عضله استایلو فرنجیوس. این عضله استایلو فرنجیوس زوج نوم یا گلوتو فرنجیوس تعصیب میکنه، بقیه تمام عضلات اعصاب زوج دهم یا اعصاب واگ تعصیب میکنه. اعصاب واگ در اینجا یک شبکه میسازه، در اینجا یک شبکه یا پلکسوس به نام فرنجیال پلکسوس میسازه که یک تعداد شعبات داره. در اینجی یک شعبه به نام فرنجیال برانش یاد میشه، به نام فرنجیال برانش، فرنجیال برانش زوج دهم ای شاخه، ای زوج دهم عصب واگه یک شاخه میده به نام فرنجیال برانش و همچنین یک شاخه دیگه به نام سوپریور لارینجیال نرف میده، سوپریور لارینجیال نرف که یک شاخه از بیرون میایه به نام اکسترنال لارینجیال نرو از بیرون عضلات را تعصیب میکنن. خوب بعد قسمت حسی از این به سه قسمت تقسیم میکنن، قسمت نیه نزوفرنگس، قسمت نیه اوروفرنگس و قسمت لارینگوفرنگس. در قسمت نزوفرنگس قسمت حسی از این اعصاب حسی و توسط عصب تراجیمینال که با حرف وی گفتیم ما نشان میدیم یا زوج پنجم که ویدو یعنی شاخه مگزیلر از او، شاخه مگزیلری یا ویدو از این نیه نزوفرنکسر تصیب میکنه. خوبی ویدو میبینیم یا مگزیلری نروه یک شاخه داده به نام فرنجیال برانش که آمده به نیه فرنکس و به این قسمت داخل شده. به نیه اوروفرنکس یعنی نیه دهانیر توسط زوج نهم یا گلوتو فرنجیال نرف تصیب میشه، توسط گلوتو فرنجیال نرف تصیب میشه که زوج نوه گلوتو فرنجیاله، یک شاخه میره به طرف دهان میره. و لارینگو فرنگس یعنی نیه هنجروی توسط زوج دهم یا عصب واگ تصیب میشه که عصب واگ شعبات مختلفی داره که میبینیم که شعبه انترنال از دیگه داخل شده انترنال لارنجیال نرو همچنین شاخه های دیگه نیه مخاط داخل از ایر تصیب میکنن. این بود از قسمت بلعومی، از بلعوم و نیه بلعومی کلن خلاص میشیم، فهمیدیم که کدام ساحر بلعوم میگن، کدام قسمت از گردن بلعوم میگن
و به چند قسمت تقسیم میشه، جدال های چیه، هر نیه جداگانه کدام ساختمان ها داره و بالاخره ارتکازات از اون به کدو قسمت های و اعصاب وویه و تانسل ها که عضو سیستم دفاعی بدنه کلن فهمیدیم. تا روز بعدی که انشاءالله درس بعدی شروع میکنیم همراه شما که قسمت حنجره یا لارنکس، یعنی ای صاحب میدیم یه قسمت از گردن که لارنکس ما در نیه اناتومی گردن قرار داریم، جدار های گردن فهمیدیم، مثلث های گردن فهمیدیم، صفاق هایی که گردن پوش میکنن فهمیدیم، حالا رسیدیم به قسمت عناصر که داخل گردن قرار دارن. نیه بلعمر خوندیم و روز بعدی انشاءالله خود شما هم در نیه لارنکس یا حنجره میخونیم. تا روز بعدی که درس بعدی شروع میشه شما رو به خداوند لایزال میسپاریم، خداوند یار و مددگار شما.